از 53 کشور اروپایی 47 کشور سال گذشته اپیدمی سرخک داشتن. بیماری که از کشف واکسن اون 55 سال میگذره. علتش چیه؟ خوش اومدین به فصل جدید 37 درجه. واکسن ها چطور بدن ما رو ایمن میکنن؟ واکسیناسیون جمعی یعنی چی؟ به ایالت ایلینوی آمریکا میریم تا ببینیم مؤثرترین شیوه برخورد با مخالفان واکسن چیه. در نوشابه های انرژیزا دقیقاً چه موادی وجود داره؟ 10 تکنیک برای افزایش قدرت تحمل و تاب‌آوری. تب، سرفه و آبریزش بینی از علائم اولیه‌اش است. چند روز بعد هم صورت و بدن شروع میکنه از این جوش‌ها میزنه. گاهی وقتا هم باعث التهاب مغزی، نابینایی، زاتوریه و حتی مرگ میشه. اینها از عوارض بیماری سرخک. 55 ساله که از کشف واکسن سرخک میگذره و خیلی از ماها واکسینه شدیم و به همین دلیل هم با این تصاویر تا به حال روبرو نشدیم. اما همین چند سال گذشته در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی تعداد کسانی که مبتلا به سرخک شدن 7 برابر شده و حتی بسیاری از اونها جون خودشون رو از دست دادن. علتش چیه؟ آقای دکتر حمیدرضا ستایش سالیان سال هستند که در حوزه سلامت جهانی فعالیت می‌کنند و چند سالی هستش که با سازمان اتحاد جهانی برای واکسیناسیون همکاری می‌کنند، سازمانی که واکسن رو برای بیش از نیمی از کودکان جهان تامین می‌کنه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. بیش از 100 هزار نفر در سال جون خودشونو به خاطر بیماری سرخک از دست میدن. همینطور. چرا یه عده‌ای با وجودی که می‌دونن اینقدر این خطرناک هست از زدن واکسن خودداری میکنن، به خصوص تو کشورهایی که توسعه یافته هستن و واکسن در دسترسه؟ هستن کسایی که علاقه و تمایل زیادی به واکسن ندارن، کلا واکسیناسیون از جمله سرخک. من و شما شاید هنوز یادمون باشه مواردی از سرخک رو وقتی که کار پزشکی میکردیم در سالهای قبل، ولی یواش یواش این بیماری ها کاملا از دید مردم به دور افتاده. الان کسایی که الان بچه دار میشن و میخوان بچه‌هاشون رو ببرن برای واکسیناسیون، نه آبله دیدن، نه سرخک دیدن، نه دیفتری دیدن، نه سیاه‌سرفه دیدن. هیچ کدوم از این بیماری‌ها رو دیگه ندیدن. این بیماری‌ها برای مادر بزرگا و پدر بزرگا سنان در خاطر مونده. و این یه واقعیته که هرچی از دیده رود، از یادها میره، توجه بهش کم میشه و مردم خطرش رو حس نمی‌کنن. و این یه مشکل بزرگی شده برای شرایط فعلی ما. چقدر احتمال این خطر بالا هست اگر کسی واکسن سرخک نزنه؟ خیلی. سرخک از یکی از واگیردارترین بیماری‌های عفونیه که ما می‌شناسیم. این چند سال اخیر شاید شما شنیده باشین کلی سر و صدا شد در مورد ابولا، بیماری که همه دنیا دنبالش بودن که چجوری واکسنش رو درست کنن، چجوری پیشگیریش کنن. اگه شما ابولا رو با سرخک مقایسه کنید، سرخک 9 برابر آلوده کننده که بیشتری داره. ویروس توی فضا میمونه و از طریق سرفه و عطسه منتقل میشه، تا 2 ساعت همینجا هست و هر کسی که در اطراف باشه 4 روز قبل از بروز علائم تا 4 روز بعد از بروز علائم میتونه بیماری سرخک رو بگیره اگر واکسینه نباشه. یعنی اگر واکسن ساده سرخک رو در طول زندگیش حداقل 2 بار دریافت نکرده باشه. و این اهمیت این واکسیناسیون اونقدر زیاد هست که ما فکر می‌کنیم توی 2 دهه گذشته نزدیک 22 میلیون نفر جونشون حفظ شده فقط به خاطر همین واکسن سرخک. یه سری کارزارهایی هستن که مخالف واکسیناسیون هستن و یکی از این کارزارها دقیقاً میگن کسانی که واکسن سرخک دریافت می‌کنن بعدها دچار اوتیسم میشن. باور غلط از کجا به وجود اومد؟ فرمایشون درسته. یک سری حساسیت‌ها به وجود اومده توی حدود 15-20 سال گذشته راجع به نه واکسن سرخک، واکسن سگانه‌ای که سرخک هم جزوش هست، که در واقع اون قسمت اوریونش هست که این مشکل رو میگن ایجاد میکنه. داستان هم همونطور که گفتین کاملا بی‌پایه و اساسه. یعنی اتفاق بدی که افتاد این بود که یک آقای دکتری، در اون زمان دکتر بود، پرونده پزشکیش باطل شد و دیگه ایشون حق تبابت نداره. این آقای دکتری مقاله‌ای رو توی مجله معتبر چاپ کرد، آقای دکتر آندرو ویکفیلد، 1998 بود، حدود 20 سال پیش، مجله معتبر لانست که خب پزشکا خیلی بهش اعتماد دارن، و اطلاعات غلطی رو در واقع دستکاری کرد و ارائه داد و اون گردانندگان اون مجله به نوعی گول خوردن و این اطلاعات رو چاپ کردن. با وجود اینکه بعداً اون مقاله
حذف شد و همه جا منتشر شد که این اشتباه بوده، اون آسیبی که اون مقاله پزشکی توی اون مجله معتبر ایجاد کرد، یک در واقع آتش این ضد واکسن ها رو، کسایی که ضد واکسیناسیون هستن رو تونست خیلی قوی بکنه و بهشون اصطلاح سوخت رسانی بکنه که این آتش رو بتونن گسترش بدن. و متاسفانه تأثیری که گذاشت و بعدش با وجود رسانه‌های اجتماعی و به طوری که خبرها پخش شد، باوری که ایجاد کرد تو جامعه منفی بود و این منفی بودن هنوزم تو بعضی جاها وجود داره. در حالی که وقتی شما نگاه میکنید بعد از اون نزدیک 100 مقاله دیگه با قدرت بالاتر چاپ شده و طور کلی ارتباط اوتیسم رو با واکسنی که حامل سرخک هست، واکسن MMR، کلن رد میکنه و هیچ ارتباطی وجود نداره و مطمئن هستیم که این واکسن امن هست و تأثیری توی اوتیسم نمیذاره. اوتیسم دلایل خیلی متنوعی داره. اوتیسم حتی قبل از اینکه سن واکسیناسیون سرخک، سرخچه و اوریون باشه، یعنی قبل از 9 ماهگی میتونه در فرد علائمش به وجود بیاد. الان مطالعات علمی رو ثابت کردن. مواردی که در مورد ایشون وجود داره اینه که ایشون پول گرفته بود از یه شرکتی، خودش رفته بود یه واکسن ثبت کرده بود قبل از اینکه اون مقاله رو بنویسه و بر ضد اون واکسن عمل بکنه و کاملا یک آدم شیادی بوده که با این کلاهبرداری ضربه بزرگی به ایمنسازی جهانی به خصوص تو کشورهای در پیشرفته زده. یعنی تو اروپا، آمریکا شما با خیلی وقتی صحبت کنید این رو میشنوید. من با دوستان تاجیک صحبت میکردم، حتی این باور تو تاجیکستان هم وجود داره و این باورهای غلط رو مردم جالبه که بهتر میپذیرن تا اون 22 میلیون انسانی که جونشون حفظ شده و به خاطر واکسن الان زنده هستن. بعضی نگران مواد اولیه و سازنده واکسن هستن. این نگرانی پایه و اساس درستی داره یا نه؟ یه نگرانیایی وجود داره برای هر دارویی و مواد اولیه‌ای که استفاده میشه. ممکنه به نظر بیاد که این مواد عجیبی هستن یا ما نمیشناسیمشون یا اطلاعات متفاوتی گرفتیم. این فقط راجع به داروها نیست، رو مواد غذایی هم شما میبینید که مثلا اضافه میشه که مواد محافظ، مواد نگهدارنده، و ما نمیدونیم مواد نگهدارنده چی هستن. بعضی از این مواد نگهدارنده که برای واکسن‌ها استفاده میشه خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر واکسن مواد محافظ نداشته باشه میتونه اون محیط کشتی باشه برای میکروبای دیگه، برای قارچ‌ها. و مثلا با اضافه کردن تایمروسول یه ماده‌ای هست که توش یه مولکول جیوه هست که باعث میشه جلوی رشد میکروب‌ها و قارچ‌ها رو در واکسن‌هایی که چند بار مصرفن بگیرن. واکسن چند بار مصرف یعنی واکسنی که وقتی که باز شد میشه برای بیش از یک نفر از اون وایال استفاده کرد. سرنگ بعد یک بار مصرف باشه، ولی اون شیشه واکسن میتونه مثلا تا 10 نفر ازش بردارن مقدار واکسنی که میخوان و استفاده بکنن. اگه قرار باشه برای هر نفر یه دونه از اون شیشه باز بشه، 10 برابر فضای بیشتر می‌خوایم، قیمت بیشتر می‌خوایم و رسیدن این واکسن به همه مردم دنیا ممکن نباشه. حالا این برای مثال تایمروسول یکی از اون موادی است که خیلی سر و صدا به پا کرد و مردم نگرانش بودن که این جیوه داره، این جیوه ممکنه برای ما مضر باشه، چرا توی واکسن‌ها استفاده میشه. هیچ دلیلی پیدا نشد که این واقعاً میتونه اثر منفی داشته باشه. با این حال نزدیک 20 ساله که تایمروسول توی هیچ واکسن دیگه استفاده نمیشه. ولی اگه بخواید مقایسه کنید مقدار جیوه‌ای که مثلا توی واکسن بود، دوز واکسنی که دریافت میشد، و یه تیکه ماهی تون که خیلی‌ها مصرف می‌کنن، جیوه‌ای که توی ماهی تون بود خیلی بیشتر از مقداری بود که توی اون واکسن بود. به هر حال نگرانی‌هایی که وجود داره رو شرکت‌های داروسازی هم برطرف کردن. یا مثلا راجع به آلومینیوم صحبت می‌کنن. دنبال یه چیزایی می‌گردن که مردم رو یه موقعهایی نگران بکنن و مردم هم خب در زمانی که آگاهی کافی ندارن این نگرانی‌هاشون رو باور می‌کنن. مثال آلومینیوم جالبه که مثلا مقدار آلومینیومی که کودک در طول 6 ماه اولش از شیر مادر می‌گیره خیلی بیشتر از مقداری که از واکسیناسیون می‌گیره، یا اگه شیر خشک بخوره 10 برابر بیشتره. و این آلومینیوم یه چیزیه که میاد توی بدن خیلی راحت تصفیه میشه و خارج میشه، همه جا هست، توی عناصر محیطی ما هست. که مثلا در مورد فرمالدهید صحبت میکنن، میگن او این چیزیه که خیلی خیلی خطرناکه. فرمالدهید یه اصطلاح محصول جانبیه که بدن ما خودش تولید میکنه. همین چند دقیقه‌ای که ما با هم داشتیم صحبت میکردیم احتمالاً بدن من و شما بیشتر از مقداری که ما از یه واکسن فرمالدهید بخوایم بگیریم بدن خودمونی رو تولید کرد و خودش هم دفع میکنه و اینا رو از بین میبره. پس اون باورها هم عمدتاً بی پایه و اساس است و هیچ تأثیری نداره. همیشه بسته به مقدار داره، بسته به دوزاژ داره. اگر شما آبم خیلی زیاد بخورین میتونه کشنده باشه. دوزی که مقداری که از این مواد نگهدارنده و مواد محافظ و مواد زمینه‌ای در واکسن ها هست بسیار بسیار اندکه، در حد میلی گرم هست و این هیچ تاثیر مضری بر سلامتی نداره. ایده میگن که واکسیناسیون یک امر شخصی هست، یعنی اینکه من مثلا به شما میگم این بدن منه و من نمیخوام یک ماده خارجی بدنم وارد بشه. ایراد این طرز تفکر چیه؟ این تصمیم فقط یه تصمیم شخصی نیست، به خاطر اینکه پدر و مادر دارن برای فرزندشون تصمیم میگیرن، فرزندی که ممکنه چند سال دیگه همین بیماری ها رو
بهشون مبتلا بشه و سختیش رو فرزند میکشه نه پدر و مادر. شما در نظر بگیرین که چقدر بیماری هایی که الان برگشتن. شما اشاره کردین به سرخک و سرخک الان توی 47 تا کشور اروپایی توی همین سال گذشته از 53 کشور ما میبینیم که بازگشت سرخک رو داریم، ما همگیری های سرخک رو داریم. این یعنی این که با ایمن نکردن بچه هاشون باعث گسترش بیماری در کل جامعه شدن و این موضوع بسیار خطرناکیه. بعضی از افراد هستن که نمیتونن از واکسن ها بهره ببرن، به خاطر شرایطشون این افراد واکسن زدن براشون مضره. گروه کوچیکی هستن و مطمئنن اونا رو پزشکا ازش آگاه هستن و کسایی که میخوان واکسن رو تجویز کنن ازشون آگاه هستن، ولی اونها اگر بقیه جامعه ایمن نشده باشن نمیتونن حفاظت بشن. در واقع شما اشاره میکنین به واکسیناسیون جمعی که در این ویدیو این مفهوم رو به صورت خیلی ساده برامون توضیح داده. واکسن از دو طریق ما رو ایمن میکنه. اول فرد رو از مبتلا شدن به بیماری های عفونی خطرناک محافظت میکنه، مثل سرخک. بیشتر از 99% از کسایی که دو بار واکسن سگانه رو میزنن دیگه سرخک نمیگیرن. دومن واکسن نمیذاره شما اون بیماری رو به یک فرد دیگه منتقل کنید. یعنی وقتی تعداد کافی از مردم واکسن زده باشن همین خودش از شیوع بیماری جلوگیری میکنه. به این کار کرد میگن واکسیناسیون جمعی یا محافظت جمعی. اینطوری واکسن از کسایی که در مقابل بیماری های عفونی آسیب پذیرتر هستن هم محافظت میکنه، مثل نوزادان که واکسن زدن برای اونها خیلی زوده، یا مسنترها چون سیستم ایمنی ما با بالا رفتن سنمون ضعیفتر میشه، یا مثلا افرادی که سرطان دارن یا پیوند عضو انجام دادن. سیستم ایمنی این افراد به دلیل نوع درمانشون خیلی ضعیف میشه. البته درصد بسیار بسیار کمی از آدما هم هستن که واکسن روشون اثری نمیکنه. دانشمندان هنوز نمیدونن چرا. شما حتما کسی رو میشناسید که جزء این آدما باشه. شاید یکی از افراد فامیلتون باشه یا کسایی که ممکنه باهاشون در آینده آشنا شین. شاید هم خودتون یکی از همین افراد باشین. اگر تمام کسایی که اطراف این اشخاص آسیب پذیر هستن واکسینه بشن، همین کار اونا رو در مقابل بیماری‌های کشنده‌ای مثل سرخک ایمن می‌کنه. بنابراین حتی اگر خودتون هم در معرض ابتلا به یک بیماری نیستین، واکسن زدن شما هم از خانواده و هم از جامعه‌تون حفاظت می‌کنه. گاهی اوقات واکسیناسیون جمعی بهانه‌ای میشه برای واکسن نزدن. این طرز فکر به نظر منطقی میاد. اگر همه دور و بر شما واکسن زده باشن، شما هم به خاطر واکسیناسیون جمعی در خطر نیستین. قاعدتاً به همین دلیل نزدن واکسن هم نباید مهم باشه. ولی مشکل اینجاست. اگه تعداد زیادی به همین دلیل واکسن نزنن، تعداد کسایی که واکسن زدن به زودی خیلی کم میشه و در نهایت بیماری دوباره شیوع پیدا میکنه. البته باید این رو هم بدونیم که واکسیناسیون جمعی به خودی خود تضمین 100% نیست. کسایی که واکسن نمیزنن معمولاً در محله‌های نزدیک به هم زندگی میکنن. برای همین اگر بیماری شیوع پیدا بکنه، احتمال اینکه بیماری در این مناطق در مقایسه با محله‌های دیگه گسترش پیدا بکنه خیلی بیشتره. یادتون باشه قوانین واکسیناسیون جمعی برای بعضی از بیماری‌ها مثل کزاز اصلا کار نمی‌کنه. این بیماری از طریق باکتری توی محیط منتقل میشه، نه از فرد به فرد. برای همین برای ایمن شدن باید هر فرد خودش واکسن بزنه. خلاصه این که واکسن زدن بهترین محافظت برای هر شخصه و البته از آسیب پذیرترین افراد جامعه هم محافظت میکنه. 20 سال پیش در آمریکا ریشه‌کن شدن سرخک رو جشن گرفتن، اما همین 5 ماه پیش بود که بیش از 900 نفر به سرخک مبتلا شدن. از طرف دیگه کارزارهایی که مخالف واکسیناسیون هستن اینقدر فعالیت کردن که تعداد والدینی که نمیخوان کودکانشون رو واکسینه کنن در 15 سال گذشته 3 برابر شده. همکارم امیر پیام سفری کرده به ایلینوی امریکا تا در اونجا بررسی کنه که چرا سرخک دوباره در قرن 21 ظهور کرده. تجمع مخالفان واکسن در مرکز ایالت ویسکانسن. اگرچه تعداد حاضران در این جمع به 100 نفر هم نمیرسه، اما صدای کارزارهای شبیه این در چند سال اخیر به قدری بلند شده که سازمان جهانی بهداشت واکسن گریزی و ترویج باورهای غلط اونها رو یکی از 10 تهدید اصلی سلامتی در سال 2019 اعلام کرده. خداوند بدن و سیستم ایمنی ما رو کامل آفریده و نیاز به هیچی نداره.
ویسکانسن از جنوب با ایلینوی همسایه است، ایالتی بزرگ در میانه غربی آمریکا که به مزارع سویا و ذرتش شهرت داره. علت اینکه به اینجا آمدم این بود که علاوه بر شیوع سرخک در بخش‌هایی از این ایالت، یک زوج جوان رو اینجا پیدا کردم که برای مبارزه با باورهای غلط درباره واکسیناسیون آستین‌ها رو بالا زدن. جیمی لمبرت، پرستار متخصص، و همسرش اسکات لمبرت، مدرس روزنامه‌نگاری. اونها از چند ماه پیش در این ایستگاه رادیویی که دکتر لمبرت 3 سالی است مجری اونه، ویژه برنامه‌هایی رو به واکسیناسیون اختصاص دادن. We're back here on 89.5 WJMU, the Quad. This is the faculty lounge. چرا که اسکات معتقده مخاطبان رو باید به طور مداوم درباره تفاوت میان خبر واقعی و جعلی آگاه کرد. The problem if you are a journalist of a certain type. بعضی از روزنامه‌نگاران عاشق تعارض در خبرن. فکر می‌کنن اگر قصه مخالفان واکسن زدن رو تو خبر بیارن، گزارششون جذاب و متوازن میشه. اما مشکل اینه که اون وقت شما یک خبر جذاب داری که ممکنه حقیقت نداشته باشه و مستند نباشه. در عوض فقط جذابه. و خب مردم کم کم به جای گوش کردن به حقایق و آمار، جذب این قصه های فرعی و غمگین میشن. مأموریت دوم اونها امروز برگزاری یک میز گرد خودمونی با حضور اساتید و پزشکانه تا درباره چگونگی بحث کردن با مخالفان واکسن صحبت کنند. من تا حالا کسی که سرخک گرفته باشه ندیدم. خیلی از ماها ندیدیم. برای همین هم وقتی با مادر پدرها درباره عوارض بسیار نادر واکسن حرف میزنین، همین شانس خیلی خیلی کم برای اونها واقعی تر از بیماری به نظر میاد که هرگز به عمرشون ندیدن. به همین علت شاید بهتره به جای بمباران کردن اونها با آمار و تحقیقات، سعی کنیم براشون ترسیم کنیم که این بیماری ها واقعا چی هستن و چه عوارضی دارن. بعد از شنیدن توصیه های اساتید در این دانشگاه، با جیمی به محل کار اون و دیدار کسانی رفتیم که واکسن بر زندگیشون تأثیر مستقیم گذاشته. About 85% مراجعان با همون چند توضیح اول متقاعد میشن و واکسن میزنن، اما 10-15% هم هستن که تردید بیشتری در این باره دارن و مقاومت میکنن. بحث درباره واکسیناسیون در 6 ماه گذشته کمی فرق کرده. هرچند والدین هنوز اون نگرانی‌های غیر واقعی قدیمی درباره اوتیسم یا مثلا تشنج گرفتن بچه بعد از واکسن و این قبیل چیزا رو دارن. اما حالا که سرخک واقعا شیوع پیدا کرده، خیلی از والدین جدی‌تر به واکسیناسیون توجه می‌کنن. باعث تأسف، اما شیوع سرخک باعث شده حالا قضیه رو جدی‌تر بگیرن. آرامگاه ابراهام لینکلن در شهر اسپرینگفیلد. ابراهام لینکلن تنها چند روز بعد از نطق تاریخی خود در گتیسبرگ آبله گرفت و با خوششانسی جان سالم به در برد. بیماری مصری که فقط در طول قرن 20 جان 300 میلیون نفر رو گرفت. آبله و سرخک برای قرنها یک بیماری فرض می شدند. تا اینکه حدود 1200 سال پیش زکریای رازی با دستبندی کردن نشانگان این دو بیماری، آبله و سرخک رو از هم تفکیک کرد. آبله به لطف واکسیناسیون همگانی در سال 1980 ریشه‌کن شد. در اسپرینگفیلد با جیمی به دیدار مادری رفتیم که به شدت احساس می‌کرد در برابر سرخک بی‌دفاع مونده. والنتاین پارسال بود که دکترها تشخیص دادن آرن سرطان خونی پیشرفته داره. ما به ناچار برای درخواست پیوند مغز استخون ثبت نام کردیم. بعد یه جوان 19 ساله در بریتانیا تونست با آرن مغز استخون اهدا کنه. من اصلا نمیدونستم که پیوند مغز استخون تمام سیستم ایمنی بدن رو پاک میکنه. وقتی دکترها گفتن که آرن باید همه واکسناش رو از اول بزنه، من تازه متوجه شدم که همه اون واکسیناسیونی که تو نوزادی و خردسالی براش زده بودیم پاک شده. میدونین اغلب افراد فکر میکنن وقتی به بچهشون واکسن نمیزنن فقط بچه خودشون متاثر از این تصمیمه، اما اینطور نیست. بچه اونها ممکنه بچه من رو تو سینما ببینه و یک بیماری به اون منتقل کنه. حسمش واقعا سخته که من و بچه‌م، اونم به خاطر چیزی که خودمون در انتخابش دخیل نبودیم، ضربه بخوریم.
روزگاری توی این مملکت بهداشت عمومی یه مسئولیت محسوب میشد. قضیه مثل بستن کمربند ایمنیه. وقتی شما تصمیم میگیرین که کمربند ایمنی رو نبندین، نه فقط خودتون که دیگران رو هم به خطر میندازین. کسایی که واکسن نمیزنن هم دقیقا همینطورن، با جون مردم بازی میکنن. قرار بود بعد از اینجا به اوهایو که در شرق ایالت ایلینوی واقع شده بریم تا با ایتان صحبت کنیم. اما اون که بعد از دعوت شدن از سوی کنگره و صحبت کردن برابر سناتورهای آمریکایی خیلی معروف شده، خبر داد که خودش داره به واشنگتن میاد. من ایتان لیندنبرگر، دانش آموز سال آخر دبیرستان هستم. مادر من از مخالفان واکسنه. معتقد واکسن باعث اوتیزم میشه. به مغز آسیب میرسونه و هیچ فایده‌ای برای سلامتی جامعه نداره. عقیده‌ای که تحقیقات علمی مکررن اون رو رد کردن. من هیچ وقت واکسن نزدم، نه واکسن سرخک، نه آبل مرغوم و نه حتی فلج اطفال. هرچند از ماه دسامبر با وجود مخالفت مادرم خودم واکسیناسیون رو شروع کردم. سوالای من از مادرم در بری واکسن از 13-14 سالگی شروع شد، چون اغلب اون در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت که واکسن اوتیزم میاره، خیلی ضرر داره و سمه. باید توجه داشت که خیلی از والدین هم مثلا در فیسبوک عضو صفحات و یا کانال‌هایی میشن که همه اعضاش صرفاً هواداری یک عقیده هستن. ایتان از زمانی که بدون اجازه مادرش واکسیناسیون رو شروع کرده، بارها کانون توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته. اما خودش میگه خوب میدونه که این توجه فقط تا زمانی برقراره که رسانه‌ها یک شخصیت جالب دیگر رو پیدا کنند. با این حال میگه بنا داره تا زمانی که این پنجره بازه به بقیه بگه که چطور حالا از کابوس سرخک گرفتن و یا عذاب وجدان انتقال یک بیماری خطرناک به کودکی بی‌دفاع خلاص شده. دکتر، این وضعیت و دیدگاه‌ها در ایران چطور هست؟ اینجور تفکرها همه جای دنیا هست، ایران هم استثنا نیست. خیلی از شبه علم یا خرافات یا حالا چیزایی که متاسفانه در قالب طب سنتی و طب قدیمی و طب اسلامی و حالا هر اسمی که روش میذارن یه گروهی دارن اینا رو گسترش میدن، خب به شدت به جامعه میتونه ضربه بزنه. خوشبختانه این اعتماد به ایمنسازی و واکسیناسیون توی ایران خیلی قوی هست و مردم دنبال واکسن زدن هستن. یعنی حتی اگه یه موقعی برن و واکسنی وجود نداشته باشه توی مرکز بهداشتی، مدعی میشن و میگن چرا واکسن نیست. و تو شرایط فعلی ایران هم این خیلی مهمه که کشور بتونه تمام واکسنش رو تامین بکنه، چون واکسن ها خیلی گرون قیمت هم هستن و یه موقعهای مردم این رو نمیدونن که هر واکسنی میتونه قیمت خیلی زیاد داشته باشه که در واقع از ارز جامعه و برای سلامت جامعه داره هزینه میشه و در اختیارشون به صورت رایگان معمولا قرار میگیره. نقش شبکه‌های اجتماعی در این زمینه چطور هست؟ شبکه‌های اجتماعی هم میتونن نقش مثبت داشته باشن و هم نقش منفی. این مثل بقیه چیزاست. در مورد ایمنسازی هم و موارد مرتبط سلامت هم شبکه‌های اجتماعی میتونن خیلی مثبت عمل کنن. اطلاعات رو خیلی خوب میشه گسترش داد. مردم شبکه‌های اجتماعی رو میخونن. ببینید چقدر ساعت‌ها وقت صرف میشه روی تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های دیگه. ولی در این حال اینا میتونن خیلی هم منفی باشن. ما مواردی رو داشتیم که برای تاثیر رو چیزایی که ربطی به سلامت نداره، مثل انتخابات ریاست جمهوری، حتی توی کشوری مثل آمریکا، کشورهای دیگه‌ای بودن که وارد عمل شدن، حالا یا دولتشون یا غیر دولتشون، برای اینکه بحث‌های انتخابات رو داغ بکنن، برای اینکه بین مردم دو دستگی ایجاد کنن، با پروفایل‌های جعلی، با بات‌هایی که هستن که اتوماتیک اطلاعات رو به صورت خودکار پخش می‌کنن، اطلاعات ضد واکسیناسیون میدن بیرون. و وقتی این اطلاعات غلط به مقدار زیاد در جامعه پخش میشه، دو دستگی که ایجاد می‌کنه باعث داغ شدن به اصطلاح تنور انتخاباتی میشه. و این ممکنه برای انتخابات جالب باشه و برای تاثیرگذاری تو انتخابات، ولی ضررش رو ممکنه تا سالها باقی بذاره برای سلامت عمومی. مهم اینه که مردم خیلی حساس باشن، مردم یادشون باشه که واکسنا موثرن، واکسنا جونا رو حفظ میکنن، واکسیناسیون برای آینده نسل ما مهمه. و هرچی اخبار جعلی از این نظر میاد، حالا هر عنوانی که داره، اینا رو خودشون راحت بذارن کنار، گسترشش ندن، پخشش نکنن و بدونن که با این کارشون میتونن به جامعهشون، به فرزندانشون و به فرزندان فرزندانشون خدمت بکنن. مسئله واکسیناسیون در افغانستان چطور است آقای دکتر؟ تو افغانستان مسئله جنبه دیگه قضیه هست. یعنی دسترسی با واکسیناسیون محدود هست. خیلی جاهای کشور هست که خدمات بهداشتی خیلی محدود هست و از اون بسته خدمات بهداشتی، خب ایمنسازی پایه اون هست، در واقع بخش هسته مرکزی خدمات بهداشت اولیه هست.
تو بخش‌های زیادی از افغانستان متاسفانه هنوز این گستردگی وجود نداره و مردم متاسفانه دسترسی ندارن. پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته تو سال‌های گذشته. واکسن‌های جدید رو کشور افغانستان در برنامه منسازیش گذاشته. ولی وقتی ما مثلا نگاه می‌کنیم یه بخشایی در اون جایی که شاید هنوز تحت سلطه طالبان است، بخش جنوبی افغانستان، اونجا هنوز هستن افرادی که جلوی خدمات سلامت رو می‌گیرن و اجازه نمیدن که این خدمات به مردم ارائه بشه و بخش از مردم هم هستن که نگرش‌های منفی دارن که البته مقدارشون کمتر هست. خوبی داستان در افغانستان این هست که مردم وقتی که خدمات ارائه میشه با آغوش باز ازش استقبال می‌کنن و این رو ارزشش رو می‌دونن و کودکاشون رو واکسینه میکنن در بسیاری از جاهایی که این اتفاق میفته. خبرنگار ما مأمون دورانی به قندهار سفر کرده تا در اونجا زندگی فردی رو برای ما به تصویر بکشه که خودش در دوران کودکی واکسن فلج اطفال دریافت نکرده و فلج شده، اما به نقاط دوردست قندهار میره و بچه ها رو واکسینه میکنه. نامم اسدالله است. اینجا در ولایت هلمند در بخش واکسن کار می کنم. اینجا مردم برداشت های عجیبی درباره واکسن زدن دارند. بعضی می گویند این واکسن شاید کودکان ما را به بیماری های دیگر مبتلا کند. حتی برخی می گویند واکسن باعث می شود که کودکان ما وقتی بزرگ شدن به عیاشی رو بیاورند. من به آنها میگویم پدر و مادر من هم این گونه فکر میکردند که من فلج شدم. 20 سال قبل شاید پدر و مادرم نمیدانستند که واکسن نزدن چه مشکلاتی را به بار می آورد. اما دوست ندارم این ناآگاهی باعث شود کسانی دیگر به سرنوشت من مبتلا شوند. آگاهی مردم ما بسیار کم است. در منطقه ما امکانات نیست. با ویلچر نمی شود به مکتب رفت. ویلچر است دیگر. خواهی نخواهی در یک جای گیر می کند و مرا متوقف و محتاج دیگران می سازد. برای همین من خانه به خانه در روستاهای دور افتاده می روم، با پدر و مادرها صحبت می کنم و رازشان می کنم که به بچه ها واکسن بزنند. برای همین به هر کسی می رسم التماسشان می کنم که کودکانشان را واکسن بزنند. نمی خواهم کسانی دیگر مثل من بار دوش دیگران شوند. خبر خوب برای آگهی واکسیناسیون چی دارین دکتر؟ خبرهای خوب زیادن. الان مهمترین خبر خوب اینه که امروز بیشترین تعداد مردم دنیا دارن واکسینه میشن و این هیچ وقت سابقه نداشته که تا این حد تو کشورهایی که دسترسیشون قبلا خیلی پایین بود، نه کشور اروپایی و غربی، کشورهایی که واقعا نیاز دارن به این واکسیناسیون بیشتر در مرز خطرشن، میلیون ها میلیون بیشتر کودک هر سال این واکسن ها رو دریافت میکنن. شما اگه نگاه کنیم به تاریخچه واکسیناسیون، ما بیش از 200 چند ساله که اولین واکسن ها رو کشف کرده بشر و ازشون استفاده میکنه، ولی فقط تو 40 سال گذشته بوده که برنامه ایمن سازی به صورت جهانی از طرف سازمان جهانی بهداشت توصیه شده. و وقتی 40 سال پیش، 45 سال پیش این برنامه شروع شد، فقط 6 تا واکسن بود که تازه یکیش در واقع سگانه ای بود که الان شده 5 گانه. یعنی این واکسن ها دارن در کنار هم قرار میگیرن، تعدادشون بیشتر میشه، هر کدوم مثل یه لایه میان محافظت میکنن این کودکان رو و نوزادان رو. سنا داره بزرگتر میشه دیگه، واکسن ها فقط برای نوزادا و کودکان نیست، واکسن هایی داریم که سن بزرگتر به بچه ها داده میشه و حتی به بزرگتر ها، واکسن های سرطان ها هست. مهمترین واکسنی که از سرطان پیشگیری میکنه واکسن هپاتیت هست که حتما باش آشنا هستید، واکسن HPV هست، واکسن پاپیلومای ویروس پاپیلومای انسانی هست که کم کم داره میاد توی بازار و گسترش پیدا میکنه، جلوی سرطان دهانه رحم رو میگیره. واکسنی که در آینده داریم بهشون نگاه میکنیم واکسن مالاریا هست، واکسن ایدز هست. این واکسن ها ممکنه توی 5 تا 10 سال آینده بیان توی بازار و تاثیرشون میتونه غیر قابل وصف باشه. یعنی اگه ما واکسن مالاریا و واکسن HIV رو بتونیم به تولید انبوه برسونیم، واکسنی که مؤثر باشه رو بتونیم به تولید انبوه برسونیم، در واقع دو تا از بزرگترین مشکلات بهداشتی دنیا رو حل کردیم. فناوری جدیدم داره توی واکسیناسیون ازش بیشتر استفاده میشه. میدونید خیلی از کسایی که یه مقدار دودلن برای واکسن زدن یا بچه‌ها وقتی که بزرگتر میشن دلشون نمیخواد واکسن بزنن، به خاطر داستان اون سوزن است. همه از اون سوزن دل خوشی ندارن. بالاخره یه ذره درد میاد، یه ذره احساس خوبی به آدم نمیده و به بچه‌ها. الان واکسن‌های جدید رو ما خیلی‌هاشو میتونیم با پچ‌های کوچیک با نانو تکنولوژی باعث میشن که اونا با یه تماس خیلی کوچیک روی پوست مقدار دوز لازم واکسن منتقل بشه. این تکنولوژی یواش یواش دارن در مقیاس بسیط‌تر ازشون استفاده میشه. واکسن‌ها، خود واکسن‌های جدیدتری که اومدن تو بازار
و الان توی خیلی از کشورام هستن از جمله افغانستان و تاجیکستان واکسن روتا ویروس هست. این واکسن مثلا واکسن یه بیماری اسهال هست که خوراکی است و دیگه مشکل سوزن و سرنگ رو نداره. تکنولوژی های دیگه مثل تکنولوژی موبایل، مثل جی آی اس، مثل اطلاعات جغرافیایی دارن استفاده میشن. قشنگ شما میتونید ببینید که کدوم قسمت های جامعه یا کدوم قسمت های یک شهرستان یا استان در از سیستم ایمن سازی خارج بودن و بهشون دسترسی نبوده. ممکنه کسایی باشن که واقعا نیاز به واکسن دارن ولی یه جای دور افتاده زندگی میکنن. اون تمرکز داره میره به اون سمت که بشه کاری کرد که همه جامعه بتونن از یکی از مهمترین و ارزشمندترین داشته های سلامت، چیزی که واقعا بی‌نظیره در دنیای سلامت عمومی، بهره مند بشن و این در اختیار همه قرار بگیره. خیلی ممنون آقای دکتر. می‌خواستم بپرسم که در نوشابه‌های انرژی‌زا دقیقاً کدام مواد وجود داره؟ در سالهای اخیر نوشابه‌های انرژی‌زا تبدیل به یک صنعت بزرگ شدند، به طوری که در بریتانیا سالانه 45 میلیون لیتر از این نوشابه‌ها به فروش می‌رسه. اما آیا واقعاً با توجه به قیمتی که مصرف کننده براشون می‌پردازه ارزشش رو دارن؟ روی نوشابه‌ها معمولاً ادعا میشه که آب و انرژی بدن رو تنظیم می‌کنن. همینطور یک لیست بلند بالایی از اسامی و ترکیبات پیچیده و حتی گاهی وقتا ناشناس برای ما درشون نوشته شده. اما واقعیت چیز دیگری است. باید اینه که اساس این نوشابه‌ها سه تا ماده است: آب برای آبرسانی، شکر برای انرژی و نمک برای الکترولیت‌هایی که به خاطر فعالیت و عرق از بدن ما دفع شده. یعنی اگر نیم لیتر آب رو با 6 قاشق چایخوری شکر و 1/8 قاشق چایخوری نمک ترکیب کنیم، این نوشابه انرژی‌زای خونگی داریم. ولی برای اینکه بخوایم مزه اون قابل تحمل بشه، می‌تونیم به شربت آلبالو یا پرتقال اضافه کنیم. هم ارزونه، هم ساده است و هم خونگیه. نوشه جان. این فنه رو ببینین. وقتی که من بهش فشار میارم، جمع میشه. اما وقتی که انگشتمو برمی‌دارم و فشار کمتر میشه، برمیگرده به حالت اول. یعنی که قابلیت انعطاف داره. شخصیت ما هم تو زندگی مثل همین فنره. اما چرا بعضی ها تحملشون در برابر مسائل ناگوار زندگی بیشتره و بعضی ها کمتر؟ در اینجا مفهومی مطرح میشه به نام تاب‌آوری یا قدرت تحمل. در این فصل از 37 درجه ما سراغ خانم لیگی وب رفتیم، نویسنده کتاب پرفروش تاب‌آوری که جایزه معتبری رو در زمینه سلامت روان هم دریافت کرده. لیگی در هر برنامه تکنیکی رو به ما معرفی میکنه که با اون میتونیم قدرت تحملمون رو و تاب‌آوریمون رو افزایش بدیم. امروزه خیلی ها به تاب‌آوری و استقامت روانی فکر میکنن. لغت تاب‌آوری از واژه لاتین رزیلیو میاد که به معنی پرش به نقطه شروعه. در دنیای نامعلومی که مثل اقیانوس دور ما پر از جوش و خروش، تغییرات، دشواری و پیچیدگیه، تاب‌آوری یک مهارت مهم تو زندگی به حساب میاد. بهترین توصیفی که من تا حالا از این واژه شنیدم اینه که تاب‌آوری کرم ضد آفتاب احساساته. به نظرم خیلی توصیف مناسبیه برای خصلتی که اهمیتش هر روز برای ما بیشتر میشه. من برای نوشتن کتابم با افراد مختلفی مصاحبه کردم تا ببینم کسایی که استقامت روانی بالایی دارن چه خصوصیاتی دارن. متوجه سه رفتار اصلی شدم که در بین همشون مشترک بود. اول اینکه همشون مسئولیت پذیر بودن. ما انتخاب میکنیم که در شرایط مختلف چه رفتاری داشته باشیم، اما خیلی اوقات سریع عکس العمل نشون میدیم. ببینید 90% کارهایی که انجام میدیم از روی عادته و خب اگه ما از روی عادت همونطور که همیشه رفتار میکنیم رفتار کنیم، به همون نتیجه همیشگی میرسیم. بنابراین اگه میخواین نتیجه متفاوتی بگیرین، دکمه پاز یا توقف رو تو زندگیتون فشار بدید. یه لحظه بیستید، یکم از اتفاقی که افتاده فاصله بگیرید و فکر کنین چه پاسخی میخواین بدین. I think on occasion
گاهی اوقات ممکنه خودتون رو به عنوان قربانی ببینین که سرنوشت باهاتون فلان یا چنان کرده یا اطرافیان باهاتون چه ها کردن. ولی وقتی استقامت روانی دارید، یعنی میتونید تصمیم بگیرید که چطور به اتفاق واکنش نشون بدید. حواستون باشه که واکنش و پاسخ خیلی اوقات به اشتباه معادل هم به کار میره، ولی در واقع این دو کاملا با هم متفاوته. زمانی که ما عکس العمل نشون میدیم، در واقع داریم از روی عادت یک کاری رو مثل همیشه انجام میدیم. یکی از کارهای بسیار ارزشمند ادبی در مورد تاب‌آوری بشر در دهه 1940 میلادی توسط متخصص مغز و اعصاب اتریشی دکتر ویکتور فرانکل نوشته شده. ویکتور فرانکل یکی از بازمانده های اردوگاه های کار اجباری در دوره جنگ جهانی دوم بود. او زمانی که از اردوگاه بیرون اومد، کتابی در مورد تجربیاتش نوشت. او به نگرش جدیدی رسیده بود. شما میتونید تقریبا همه چیزو از یک انسان بگیرید. آزادیشو، خونوادهشو، سلامتیشو و داراییشو. ولی تنها چیزی رو که هیچ وقت نمیتونید ازش بگیرین، ارادشه. اراده در واقع همون تصمیم برای چگونه واکنش نشون دادنه. اراده این قدرت رو به ما میده که دست به انتخاب بزنیم. همیشه در زندگی شرایط سخت اجتناب ناپذیری پیش میاد که نمیشه ازش فرار کرد. اتفاقایی که ما در شکل گیریشون هیچ نقشی نداشتیم. ولی آگاهی به اینکه ما آزادیم نوع پاسخمون به اون اتفاقات رو انتخاب کنیم توانمندمون میکنه. بنابراین خوبه به خودمون یادآوری کنیم که مسئولیت تمام اتفاقاتی که تو زندگی برامون میفته با خود ماست. چون درسته که قادر به کنترل اتفاقا نیستیم، ولی کنترل پاسخهامون 100% دست خودمونه. خصوصیت دوم افرادی که استقامت روانی داشتن، نحوه واکنششون به تغییر بود. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که بی‌رحمانه در حال تحوله. سازگار شدن با تغییر و با ذهن باز به شرایط جدید نگاه کردن از خصوصیاتیه که خیلی به بهبود زندگیمون کمک می‌کنه. همونطور که چارلز داروین گفته، در طول تاریخ هیچ وقت قوی ترین و باهوش ترین گونه ها نجات پیدا نکردن، بلکه گونه های زنده موندن که بیشترین سازگاری رو با تغییر داشتن. من معتقدم که تاریخ و بیولوژی هر دو این موضوع رو تایید میکنن. سومین خصلت افرادی که استقامت روانی بالایی دارن، داشتن یک نگرش ذهنی مثبته. واضحه که ما در زندگیمون قطعا تجربه های تلخ خواهیم داشت. هیچ اشکالی نداره که آدم یه روزای سرحال نباشه و غمگین باشه. اما یا میخواین کل روز رو به افکار منفی ذهنیتون اختصاص بدین؟ روزانه ده ها هزار فکر متفاوت از ذهنمون میگذره. کیفیت این افکار روی نحوه زندگیمون خیلی تأثیر گذاره. نگاه مثبت و خوشبین بودن به آینده در بالا بردن میزان تحمل و تاب‌آوری ما نقش کلیدی داره و به همون کمک میکنه سخت‌ترین چالش‌های زندگیمون رو رد کنیم. البته من میدونم که نگاه مثبت داشتن همیشه کار آسونی نیست، چون گاهی زندگی چالش‌های رو پیش روی ما میذاره که ممکنه خیلی سخت باشن. من زندگی رو مثل بازی مار پله میبینم. قطعا بالا رفتن از پله مثبت نگری تو زندگی سخت‌تر از سر خوردن از مار منفی بافی. برای افزایش تحمل و تاب‌آوری، اولا باید مسئولیت پذیر باشیم. دوم این که باید پذیرای تغییر باشیم و سوم این که باید نگاه مثبت داشته باشیم. یکی از بزرگترین درسایی که من تو زندگی یاد گرفتم اینه که برای بالا بردن استقامت روانیم باید مدام خودم رو در معرض چالش‌های مختلف قرار بدم. ما نمیتونیم خودمون رو لای پرقو بپیچیم تا بلایی سرمون نیاد. هر تجربه جدید یه درس جدید به ما میده و کمکمون میکنه تا از نظر روانی آدم مقاومتری بشیم. به صفحه فیسبوک ما سر بزنیم، facebook.com/bbcpersiantv. همینطور در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه برنامه رو دنبال کنین. ایمیل یادتون نره، 37@bbc.co.uk. تا برنامه بعد، روزگارتون شاد، تنتون سالم، روانتون آرام.